灾区百姓一定能够渡过难关，重建家园。ما در این حالت میخواهیم که از طرف کمپانی البته 2,271,000 افغانی با آسیب دیدگان کمک کنیم. تلاش نهایی خود کردن، رسیدن زورگاه امارت اسلامی کمک نقدی کردن. از 200 میلیون اضافه سرمایه گذاری انشاءالله در این فابریکا می شود. یعنی اگه تقسیم ثروت برای ملت نرسه و ملت مرفع نشه و آسوده نشه، این ثروتمندی بازم یک کوشن مارک یا سوالی هم میمانه. یعنی بالبدء بالعمل و تنفیذ المشروع هذا و باذن الله توفیق من رب العالمین. نهایت مهربان، سلام عرض ادب خدمت تمامی شما هموطنان عزیزم. امیدوارم که جور صحتمند و سرحال باشین. امروز پنجشنبه برابر است با 20 میزان سال 1402. وزارت معادن و پتروشیمی تصمیم گرفته قرارداد با کشورهای دیگه داشته باشد. خب خواستم بیایم معلومات بیشتر بگیریم. ای که صادرات داریم به دیگه کشورها، صادرات داریم، آیا واردات همچنان به خود افغانستان خواهد بود و یا خیر؟ کاری پروژه چی وقت آغاز خواهد شد تا چی وقت ادامه خواهد داشت؟ و میخوایم پرسان کنم که معادن که سرمایه افغانستان هستن، مقامات امارات اسلامی دبارش چی تصمیم دارن که دایله بخیر تصمیم میگیرن؟ اگر شما همچنان دوست دارین که بینده این برنامه باشین، پس تا آخرین لحظات ما را همراه باشین. بله دوستان عزیز، در ادامه برنامه هستم و همینج سنگ‌های قیمتی هستند، نگفته نمانه تمام از ولایت‌های ما دارای معادن خاص هستند. یکی از هموطنان ما اینجا استاد هستند، می‌خوام امروزشون صحبت‌های داشته باشم. در نخست میشه از شما پرسان کنم در اینجا کدام از سنگ‌های قیمتی وجود داره؟ سنگ‌های قیمتی در کل اگر بگیم که وزارت معدن مسئولیت و عهده‌دار این موضوع است، سنگ‌های قیمتی خود افغانستان، وقتی که میگیم افغانستان کشور غنی است از هر نگاه، سنگ‌های قیمتی در ولایات مختلف با نمونای مختلف با ارزش‌های متفاوت، همیشه در با ما به اصطلاح جیولوژیکی میگیم در رگ‌های مختلف متفاوت در تمام ولایات افغانستان میتونیم بگیم که هست، ولی بعضی ولایات افغانستان است که زون شرقی ما مربوط زون شرقی ما میشه. اگر شد باز شما رو در روی نقشه شما رو نشان میدیم که بیشتر بیندام متوجه شوند که کشورشان بسیار غنی است. و فعلا نمونه قیمتی همینجا در حضور شما هست، در ویترینای متفاوت بر من گذاشته شده. اگر شما خواستین باز نمایشون با شما میگیم، ارزششون با شما میگیم. حتما انشالله، حتما بر ما اینه بگوین که کدام از سنگ‌های قیمتی بیشتر قیمت داشته و مورد استفاده قرار میگیره. ما شخصا نظر شخصی خودم است، نظر به تجربه علم جیولوژیکی که ما خودم به دست آوردیم، یک چیزی وقتی ارزش پیدا میکنه. به طور مثال فرض مثال شما بگیرید یک نمونه کوارس، بله، که شیشه ساخته میشه. اینو شما یک بار حدس بزنید که انواع شیشه وجود دارد، انواع فابریکا هاش، موارد استفاده اش. اگر ما به شکل مواد خام مثلا یک نمونه را عرضه کنیم به بیرون از کشور، فقط یک فایده به دست میاد، به ملت یا با حاکمیت یا با دولت تعلق میگیره. اما اگر ما بگیریم این را پروسس کنیم، فابریکا های مختلف جور کنیم، بچه فرض مثال شما بگیریم یک شیشه نمی بینید، شیشه را شما ببینید مثلا انواع متفاوت داره، یک میلی است، دو میلی است، تا 10 میلی، حتی تا بیشتر از او، یک فابریکا میتونه را تولید کنه. اگر شما بگیریم مثلا در بخش های دیگه، مثلا در بخش های فابریکای بزرگ مثلا تیاره ساخته میشه یا تستای لابراتوری ساخته میشه، انواع متفاوت است. سرمایه وقت به دست میاد که شما بگیرین پروسس کنین، فابریکا بسازین، بعد از اون میتونین که قیاس کنین که بدل اینمی نمونه یا اینمی منرال چقدر ارزشش است. اگر ما ارزش مواد خام میشه ارزش چیز کنیم، قیاس کنیم، شاید بسیار کم باشه. خب میشه بر ما روی نقشه نشان بدین که هموطنمون ببینن آقا باشون گفتین روی نقشه نشان میدین، میریم طرف به طرف نقشه. میشه تمین جان روی نقشه بر ما نشان بدین که کدام جای بیشتر معادن داره؟ ما بازم به مو نقل قول سابق خود فیز میکنم، میپردازم که افغانستان در کل معادن متفاوت داره. همه سرمایه افغانستان در این نقشه میتونیم به شما نشان بدیم که اگر موضوع منظور شما سنگ‌های قیمتی باشه، معمولا همین زون شرق ما بیشتر سنگ‌های قیمتی داره، سنگ‌های پگماتیت میگنش از نگاه اصطلاح جیولوژیکی، اکثرا شامل این ولایت‌های
شرقی ما هستن، خودتان میفهمین کدام ولایت هستم، مثلا نورستان هست، نگرار هست، کنر هست، پنشیر هست و بدخشان هست، سنگ های قیمتی معمولا همینجا قرار داره. باز ساحات مختلفش همین در نقشه نشان داده شما ببینید سنگ هایی که مثلا قیمتی است که بیشتر به شما نشان دادم اکثرشان در این مسیر همین درگاه های جیولوژیکیشان همینجا هست. پلان های ازار باید سنجش شوه، پلان های مثلا کوتاه مدت هست، دور مدت است، یعنی پلان های استراتژیک است. بعضی منابع افغانستان استراتژیک است، یعنی پلان های بسیار گسترده را تقاضا داره. در کل مثلا پلان هایی است که 10 سال شاید ما شما پلان های 10 سال داوود خان اطلاعات داشته باشیم، پلان استراتژیک است برای 30 سال. اگر ما بگیم که ما فقط مواد خام عرضه میکنیم شاید یک پلان کوتاه مدت باشه. این را بیشتر میتونید شما از مقامات دولت بپرسان کنین که پلان های زوج چی است برای افغانستان. تاثیرش وقتی ما میگیم افغانستان غنی است، اگر ثروتمندی افغانستان به نیازمندی افغانستان نرسه، ثروتمند بودن افغانستان معنای نداره. یعنی اگه تقسیم ثروت برای ملت نرسه و ملت مرفه نشه و آسوده نشه، این ثروتمندی بازم یک کوشن مارک یا سوالی هم میمانه. دیگه از اون خاطر وقتی ما میتونیم تاثیرش ببینیم که پروسس کار شوه، فابریکا ایجاد شوه، مردم آسوده شوه، وقتی که مردم رضایت خدا و قناعت خدا حاصل کرد، مطمئن باشه که حاکمیت هم یا دولت هم میتونه با گردن بلند و با اعتماد به نفس بالا میتونه در جامعه، در منطقه و فرامنطقه امو اعتماد خود دست بیاره. اینا ویترینای داخل موزیم جیولوژیکی افغانستان است. این ویترینای تیپی که ما است، نمونای آموزشی معمولا برای مسئولین کسایی که میان که متعلق به بیرون از کشور است، یک خانم بود رهدا کرد برای افغانستان. این زغال سنگ افغانستان است که انواع متفاوت شده شما بینید از ولایت‌هایی که ما شما داریم. زغال سنگ مثلا بغلان است، سر پل است، سمنگان هستم در صوف بالا و در صوف پایان که فعلا این زغال سنگ افغانستان است که متعلق به افغانستان است و دیگه همه نمونه که در اینجا شما بینید مربوط افغانستان است. بزرگوارم سوال خاص داشتید در خدمت. افغانستان از معادن نهایت ارزش برخوردار است. اگر در آخر پیام داشته باشی کمری ما در خدمت شما. من تشکر میکنم پس شما از جرات شما، از شهامت شما در قدم اول. امیدوار هستم که افغانستان با مو عدالت عمری که بسیاری از رهبران اشاره میکنه و منسون به این برسه و اگرفا اجتماعی بیا، ما میشه میگم مشکل افغانستان مشکل اجتماعی است. امیدوارم این مشکل اجتماعی حل شود، ما بتونیم مو توازن، ما میشه میگم به شما به شاهین ترازو متوجه باشین، امو جا عدالت میشه حاکم شود. اگر دو قشر بگیریم شهروندای افغانستان که مطابق مرد و زن است، امیدوارم این فکر و یا این اندیشه همگی یک روز تحقق پیدا کنه و افغانستان مرفه داشته باشیم و خداوند هم ما شما رو سرشار داشته باشه. بخیر باشین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. من همایون افغان هستم، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم. بسیار خوب. امروز قرارداد سمت جبل سراج و پروان امضا شد. دقیقا میشه بر ما بگوین با کدام با کی ها قرارداد بسته شد؟ بله، خوشبختانه امروز ما شاهد امضای قرارداد پروژه سمند جبل سراج بودیم که این قرارداد بین وزارت معدن و پترولیم و سه شرکت، یک شرکت قطری و دو شرکت افغانی بود، به امضا رسید. روند استخراج چگونه پیش میره؟ میشه برمون بگید؟ استخراج پروسه طوری است که وقتی که قرارداد میشه، مراحل اولی زنا مراحل اکتشاف هستن و بعد از این مراحل اکتشاف تکمیل میشه، اینا داخل میشه به مراحل استخراج و ساختن فابریکه ها و پروسس که بعد از مراحل اکتشاف اینا داخل یا وارد مرحله استخراج میشود. بسیار خوب. میشه بر ما بگویم که استخراج سنگ بیشتر از کدام ولایت ها میباشد؟ این قرارداد پروژه سمنت جبل سراج که امضا شدن، اینا در نزدیکی خود البته ساحه دارن، معدن دارن که خود پروان موقعیت دارد و از اوجه اینا استخراج میکند و فابریکه انتقال میتاد و اوجه سمنت تولید میشه. بسیار خوب. این قرارداد تا چی وقت کارش آغاز خواهد؟ بعد از اینکه انشالله به قرارداد امضا شدن صاحب رزونات تسلیم داده میشه، اونا کارهای ابتدایی خود انشالله آغاز میکنه و به مراحل اکتشاف داخل میشه و آسته آسته مراحل استخراج شروع میشه.
صادرات بیشتر از کدام ولایت به کدام کشور می داشته باشید؟ برای فعلا خود ما تولید سمت ما نهایت کم است و برای فعلا ما نمیتونیم صادرات داشته باشیم. ضرورت خود ما داخلی ما نهایت زیاد هستند. وقتی که ما ضرورت داخلی خود پورا میکنیم بعد از اون انشاءالله صادرات خواهد داشتیم، لیکن فعلا در مرحله خود کفایی هستیم. انشاءالله بخیر. در یک سال چقدر سمت را تولید خواهد کرد؟ این پروژه در یک سال در حدود 1.5 میلیون تن سمت تولید خواهد کردن. برای هموطنان ما چقدر زمینی کار مسئله این پروژه مستقیما برای 5000 هموطن ما فرصت کاری فراهم می‌سازد و برای هزاران هموطن های دیگه ما به شکل غیر مستقیم. چقدر این فابریکه سرمایه گذاری شده؟ 200 میلیون دلار، 220 میلیون دلار سرمایه گذاری خواست شده. خب این چونی پروژه ها چقدر اثر مثبت به اقتصاد افغانستان دارد؟ به شکل مستقیم اثر خود می داشته باشد. شما می دانید که افغانستان کاملا یک کشوری متکی با واردات هستند. ما از خود چیزی نداریم، خصوصا سیمنت که تقریبا 90% فعلا ما سیمنت مورد احتیاج خود از وارد میکنیم از کشورهای بیرون و سالانه در حدود 400-500 میلیون دلار از کشور ما و بیرون میبره. وقتی که کارخانه ها اینجا ساخته میشه، فابریکه ها ساخته میشه، این پولی که به خاطر خریدن سیمنت با بیرون از کشور میره داخل کشور محفوظ میشه و به هزاران هموطن های ما فرصت های کاری فراهم میشه و اشتغال آزایی زیاد میکنه و ما میریم طرف خودکفایی و حتی به طرف یک کشور صادراتی انشاءالله. بسیار خوب. امروز که ما صادرات داریم به بعضی از کشورها، آیا واردات همچنان داریم خود افغانستان؟ در بخش چی؟ در بخش معادن. خب معادن ما با افغانستان انشالله معادن خودکفا هستن. وقتی که معادن ما به شکل درست استخراج میشه، پروسس میشه، ما کاملا خودکفا میشیم و کاملا یک کشور صنعتی و صادراتی مبدل میشیم. بسیار خوب. از معدن مسعینک لوگر اگر بر ما معلومات بدید. ولی مسعینک یکی از قراردادهایی بودن که از زمان اداری قبلی بر ما مراس مانده، از خود مشکلاتی داشتن. ما کوشش خود کردیم یک تعداد مشکلات از را حل کردیم و یک تعداد مشکلات عمده ای که فعلا وجود داره و آثار باستانی هستند تلاش داریم، جلسات داریم، نشست های داشتیم با جانب چینایی و با هماهنگی با وزارت اطلاعات فرهنگ تا باشد یک رای حل برای زو پیدا بکنیم و زمینه را بر تطبیق و آغاز این پروژه فراهم بکنیم. بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما معلومات دادین. اگر در آخر کدام حرف کدام پیام برای هموطنان ما داشته باشین کمی مدخدمت شما. بله، افغانستان یک کشور معدنی هستن، ذخایر معدنی بسیار فراوان داریم و یک حکومت مستحکم، قوی، مرکزی، عادل بر افغانستان حاکم شده که با امنیت سرتاسری را تامین کرده و زمینی خوبی برای سرمایه گذاری در معدن افغانستان فراهم شده. ما شاهد ازی بودیم دو سال گذشته که به هزاران هموطنا و سرمایه گذارای ما سرمایه گذاری کردن. هموطنا بعدها شرکت خارجی هم در این بخش سرمایه گذاری خود داشتن که آستا آستا انشاءالله ما را از احتیاج و از فقر و به طرف غنا به طرف خودکفایی انشاءالله میبره و اینجا آنهای ما که از بخاطر پیدا کردن یک مقول لقمنان به کشورهای خارج میروند مهاجر هستن انشاءالله اینا در خانه خودشان یک زندگی با عزت و انشاءالله خواهد داشتن، زمینه کاری خواهد داشتن و این پروژه هایی که انشاءالله قرارداد شده است بسیار مدیریت خوب از اینا به صورت میگیرد و کاملا قراردادها به نفع افغانستان صورت میگیرد، چون که ما آزاد هستیم، کدام اشغال نیستن، کدام فرمایش قابل قبول ما نیستن، هر تعامل ما، هر قرارداد ما در سایه منافع ملی ما، منافع افغانستان صورت میگیره و بسیار از قراردادها صورت گرفته و قراردادهای دیگه هم در راه هستن. پروژه سمنت هرات هستن که انشالله در آینده های نزدیک به قرارداد سپرده خواهد شدن که هم برای هزاران هموطن های ما فرصت های کاری پیدا میکند و ما را در بخش خودکفایی در بخش سمنت نزدیک میسازد و یک تعداد پروژه های بزرگ دیگه هم در راه هستن، در حال مذاکره هستن، انشالله در آینده های نزدیک قرارداد خواهد شدن. در مجموع کشور ما بسیار کشور غنی هستند، ملت ما ملت بسیار غیور هستند، زحمت کش هستند. با داشتن این چنین کشور و چنین نظام پاک شفاف انشاءالله ما در آینده های نزدیک صاحب عزت، صاحب مال پول در خانه خود خواهد شد انشاءالله. از هرات یادآوری کردین، در اخیر که زلزله به وقوع پیوست، آیا کدام صدمه به معدن هرات رسانده؟
بله زلزله هرات خو بسیار یک حادثه المناک بودن برای تمام هموطنان ما خصوصا برای هراتیا. دعا میکنم خداوند تمام شهدای اونا را جنت فردوس نصیب بکنم، زخمیاشان شفا عاجل بدن. حکومت تلاش نهایی خود کردن، رسیدن زورگاه امارت اسلامی کمک نقدی کردن، وزارت معدن نیز تلاش های خود داشتن در این مورد. بسیار از هموطنان ما متضرر شدن، لیکن معدن ما تا کنون کدام راپور در این مورد نداریم و انشاءالله کدام قضیه در ازشون ثبت نشده است. قسمی که ما با هموطنان مشاهد بودن از کمک که به هرات البته یادآور شدن، دقیق میشه بر ما بگوین که چقدر کمک کردن، کیها کمک کردن؟ خب مربوط ما که میشه مربوط وزارت معدن و پترولیم قراردادی حوزه آمودریا نفتی آمودریا، اینا قراردادی شان آمده بودن، این روز شما شاهد بودیم که کمک نقدی کردن. همچنان قراردادی پروژه مس عینک آمدن به شکلی نقدی کمک کردن و دیروز قراردادی پروژه طلای سمتی ولایت تخار آمده بودند به شکل نقدی کمک کردند و یک تعداد دیگه هم قراردادهای ما در راه هستند، اینا انشاءالله کمک خواهد کردند و دیگه تجارا و سرمایه‌گذارا دیگه سازمان ها کمک خود کردند که قوم دقیقشون پشمان نیست. یه موقع بیده تاش دی زلزله زفل و شهیدان و زخمیان و متضررین و ورون و خوند و لپاره که دوی لطرف نه کمک ده آغا به موږ ته تسلیمیی، موږ به آغا کمک دی دوی هغې کمیټې ته پروګرام دویم ما بسیار یک پروګرام مهم است. غم ما شما، درد ما شما، آبادی ما شما، اعمار ما شما، ایکولگی از ما شما است. اگر از یک طرف غم و مصیبت های زلزله هرات است که ما شما کلگی در این رنج و غم شریک هستیم، از طرف دیگر به آن غم ها ما انا لله و انا الیه راجعون میگویم و در خدمت هموطنان خود همه هستیم الحمدلله. و این درد غم زلزله یک چیز به ما شما نشان داد، یک تجربه به ما شما نشان داد که افغانا در وقت غم و مصیبت یک مشت است. شما دیدین که از هر طرف امرای برادرها و خواهرای ما شما که در این مصیبت شهیدا شده یا زخم برداشته یا خانهش خراب شده کلگی شریک شدن، در کلگی ولایات برایش کمکا جمع شد. بسیار ضعیف ضعیف مردم که عواید تقریبا به صفرش می رسید و هم با امداد برادرها و خواهرای ما شما رسیدگی کرد، یک تجربه ای شد با ما شما که افغانا در وقت غم و مصیبت یک است. دویم دا سیدی مگو دی تاس غم و درد دی غم با مگو خپل خورو، هر آن چیز که با ما شما می آید مقابله آن را باید ما شما خود ما شما کنیم، با هیچ کسی ما شما انتظار نکنیم که کی می آیا غم شهید می خوره، غم زخمی ما شما را می خوره و یا خانه ما شما را جور می کنه تا که ما شما غم خود را خود نخوریم. او بل الحمدلله دی خوشحالی پروگرام ده سنن با یو لوی قرارداد دی سیمنټ دی فابریکه چې په حدود 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه گذاری به پکې کیږي. از 200 میلیون اضافه سرمایه گذاری انشاءالله در این فابریکا می شود و این فابریکا ساخته می شود جبل سراج و این فابریکا تولید سیمنت باشد. دا فابریکا به انشاءالله مستقیم
15000 کسان کم و زیاد پدې کې کار کوي با جوانای ما شما تا 5000 یا اضافه دي مستقیما ان شاء الله برای اشکار پیدا می شود و مشغول خدمت در وطن خود ما شما می شود. یک دویم سرمایه گذاری از 200 میلیون دلار بالا خواهد بود. دو سیم در یک سال انشاءالله 1.5 میلیون تن سیمت را تولید خواهد کرد. کلش دا پابریکا مکمل شی، ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون تن سیمت به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار، نړیوال معیار دا به تولیدیږي. یو تن شل بوری سیمت کېږي، دا اوس بازار کې 500 کیلوی، نو 1.5 میلیونه بوری سیمت به په کال کې تولیدیږي. به تنها به حساب تن 1.5 میلیون تن در سال تولید میکند. هم سنگ زغال داریم، هم چونه داریم، هم گچ داریم، هم گل سرخ داریم که سه مواد اصلی سیمنت است و سنگ زغال در تهیه در فابریکاش استعمال میشود. الحمدلله کلگی ما شما در افغانستان داریم، آباد کامیاب آن ملک هست که از معادن خود در وطن خود استفاده کند. 相信由阿政府的建设领导，啊，有灾区百姓的自力更生，有社会各界的啊积极援助，灾区百姓一定能够渡过难关，重建家园。 اجازه بدهید که به نمایندگی از کمپانی ابراز تسلیت نمایم به آسیب دیدگاه زلزله اخیری که به تاریخ 7 اکتبر در ولایت هرات رخ داد و همه تسلیت بگوییم. ما قلب ما با مردم هرات است در این حالات بسیار بحرانی و دشوار و ما می خواهیم که تسلیت خود به مردم هرات و تمام ملت افغانستان ابراز نماییم. ما در این حالت می خواهیم که از طرف کمپانی البته 2,271,000 افغانی به آسیب دیدگاه کمک نماییم و همچنان از طرف همکارای افغان و همچنان همکارای چینایی 1,29,240 افغانی که جمع‌آوری شده ما به مردم ولایت هرات البته مردم زلزله زده تقدیم نماییم و امیدوار هستیم که این مرهم شود به زخمایشان و ما مطمئن هستیم که تحت رهبری حکومت افغانستان، وزارت محترم معادن، وزارت مبارزه با حوادث طبیعی مدیریت خوب میشه و به زخمایشان مرهم گذاشته میشه و ما مطمئن هستیم که روز میرسه که همه خانه هایشان پس دوباره جور میشه و پس به زندگی عادی برمیگردن. MCC 作为一家在矿业领域投资的负责任的中国企业，那始终将造福当地百姓作为企业发展的那重要内容之一。 那积极履行社会责任，14年来以累计向阿社会各界捐助啊将近6,000万阿尼。我们相信，在矿运部的坚强领导下，啊，随着埃兰克项目的不断推进，将会有越多越多的阿富汗人民因埃兰克项目受益。我们对项目的未来，对阿富汗的未来充满信心。谢谢大家。 کمپانی MCC یا کمپانی منعیسی کمپانی مسئول که در افغانستان سرمایه گذاری کرده در پروژه مساینک تقریبا 15 سال میشه که کار میکنه و ما امیدوار هستیم که در آینده هم بتانیم با ایتو مسائل رو کمک بکنیم و دست هم همکاری بدیم. ما در گذشته هم مسئولیت های اجتماعی خود ادا کردیم تا حدی که امکان بوده و با ما با مردم افغانستان در حالات بحرانی و دشوار استاده هستیم و ما همچنان امیدوار هستیم که پروژه مساینک تحت رهبری جلال نواز محترم با پیش بره و ما شاهد امروز باشیم که پروژه مساینک هم کارایش فعال شوه و کارایش آغاز شوه و ما شاهد همین مرحله و همین انکشاف باشیم. از همه ایتان اظهار سپاس و امتنان میکنیم. تشکر. تشکر.
حقيقة في البداية أنا سعيد بتواجدي عندكم اليوم. قدمت مجموعة المهام الدولية على جبل سراج للإسمنت، والحمد لله بعد مفاوضات حقيقة استمرت أكثر من 10 شهور، كانت شوية صعبة، ولكن الحمد لله قدرنا إحنا نفوز في هذا العطاء، وطبعا بمساعدة سعادة الوزير وجميع الأعضاء الشباب اللي موجودين في الوزارة. وبإذن الله إحنا بعد توقيع العقد مباشرة بنقوم يعني بالبدء بالعمل وتنفيذ المشروع هذا، وبإذن الله توفيق من رب العالمين. ویل چې خوښ یم تاسو سره خپل ځان وینم، خوشحالی زیاده. او مونږ زمونږ کمپنۍ د وزارت سره تقریبا 10 میاشتې مسلسل مذاکرات وکړو تر څو مونږ یوې نتیجې ته ورسېدلو، او اوس هغه د مراسمو کې ګډون کوو. انشاءالله کله چې دغه تړون لاسلیک شي فورا به زمونږ کمپنۍ کارونه شروع کوي، او په دې برخه کې د وزیر صاحب او د ټول وزارت نه ځانګړې مننه کوم. مرة ثانية اسمحوا لي أتوجه بالشكر إلى معالي الوزير ولأعضاء الوزارة جميعا، حقيقة بذلوا جهد كبير معنا، وإن شاء الله بتكون إن شاء الله نوعدكم أن يكون مشروع يعمل على إن شاء الله توفير فرص عمل لأهالي المدينة إن شاء الله. شكرا لكم. یوزل بیا لوزیر سپه او د وزارت لټول کارکونکو څخه ځانګړي مننه کوم، او په دې پروژې سره به ان شاء الله چې کله کار شروع کیږي په زورګونو افغانانو ته به کاري فرصتونه برابر کړي. بله اعضای دل، امروزی بود برنامه ما که ما امروز آمدیم بر شما برنامه داشتیم. خدا کنه مورد دید علاقه شما قرار گرفته باشه. تمام سنگ های قیمتی در اینجا وجود داره. نگفته نمانه که افغانستان یکی از کشورهایی است که از معادن خاص برخوردار است. تا برنامه بعدی که شما هستم با یکی دیگر از برنامه های جالب جذاب در خدمت شما قرار میگیره. شما رو به خدا یکتا میسپارم. ما را از دعای نیکتان فراموش نکنید.